برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی. من دکتر جواد نفیسی هستم، خدمت شما بینندگان گرامی سلام عرض میکنم. در برنامه امشب من میخواستم توجه شما رو به پیشرفت هایی که در علم پزشکی صورت گرفته با مقایسه با پیشرفت هایی که در علم روان پزشکی صورت گرفته، اینها رو با هم مقایسه کنم. و اگر ما به 50 سال گذشته نگاه کنیم و تمام بینندگان گرامی که حدود 50 یا بیشتر سن دارن شاهد این پیشرفت ها در علم پزشکی بودن و نه تنها کشف داروهای جدیدی در علم پزشکی به طور معجزه آسای جان عده زیادی از افراد جامعه بشری رو نجات داده، بلکه تونسته طول عمر بشر رو ده ها سال اضافه کنه و به اضافه داروها، دستگاه ها و تکنیک هایی که در علم پزشکی پیدا شده، پا به پای داروها تونسته به طور شگفت انگیزی با بیماری ها و امراض‌های مختلف مبارزه کنه و از مرگ و میر بشر، از بسیاری بیماری ها جلوگیری بکنه و همچنین کهولت و پیری و سالمندی رو به طور قابل ملاحظه‌ای به عقب بندازه. و خصوصا پیشرفت هایی که اخیراً در رشته های بیولوژی مولکولی و ایمیونولوژی و ژنتیک صورت گرفته، آینده درخشانی رو برای بشر پیش بینی میکنه. ولی حالا اجازه بدید به رشته روانپزشکی نگاه کنیم. جای تأسفه که هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در 50 سال گذشته در رشته روانپزشکی صورت نگرفته غیر از بخش دارودرمانی. تازه اون پیشرفت‌های دارودرمانی هم فقط و فقط تونسته علائم بعضی از بیماری‌ها رو درمان بکنه و کنترل بکنه و نمیشه توقع داشت که دارو درمانی یک درمان اساسی برای بیماری های عاطفی روانی باشه، فقط محدود میشه به درمان علائم بیماری. اما اگه به دارو درمانی رو ما کنار بذاریم و به روان درمانی، به سایکوتراپی نگاه کنیم، می‌بینیم که با اینکه انواع و اقسام دارو روان درمانی ها در 50 سال گذشته، مکتب های مختلفی رو در این نیم قرن گذشته به بازار عرضه کردن، ولی متاسفانه برخلاف ادعاهای هر کدوم، زمانی که ما محک ریشه‌کن کردن بیماری ها رو به اونها میزنیم، موفقیت درمانی اونها محدود از کار در میاد. و جای تأسف بیشتر این که در نیم قرن گذشته، در 50 سال گذشته، اون چی که نه تنها پیشرفت نکرده بلکه عقب گرایی هم داشته، رابطه عاطفی و نزدیکی عاطفی در جامعه بشری است. این نزدیکی عاطفی و این رابطه عاطفی مهمترین عامل سلامت روان به حساب میاد و بسیار ضروریه برای سلامت روان. و بدون رابطه عاطفی نزدیک با همدیگر، هیچ جامعه‌ای نمیتونه ادعای سلامت جسم و روان بکنه. و تمام پیشرفت‌های علمی که در رشته پزشکی تا کنون داشتیم
و که تونسته ده ها سال به عمر ما اضافه کنه و بسیاری از بیماری های غیر قابل علاج و درمان بکنه و شفا بده، در نهایت همه اینها بیهوده است. حتی اگر عمر تک تک ما هم به بالای 100 سال هم برسه چه فایده داره اگر قادر نباشیم عواطف گرم و مهربانانه رو نسبت به هم دیگه داشته باشیم و تجربه بکنیم و اون رو بتونیم ابراز بکنیم. اگر اینکه ما در انزوای عاطفی در کهکشان خودمون فقط به فکر منافع خودمون باشیم و بس، نتیجتاً جامعه بشری چنان جنبه ماشینی پیدا میکنه و حالت مکانیکی پیدا میکنه انگار که چند بیلیون ربات آهنی پروگرام شدن و دارن در روی زمین حرکت میکنن. عواطف بشریه که سبب میشه ما با همدیگه احترام بگذاریم، با همدیگه به همدیگه محبت کنیم و یکدیگر رو کمک کنیم. برانگیختن این نیروی بشردوستی فقط زمانی امکان داره که ما از نوزادی نیازات عاطفی و جسمی می بشر رو برآورده بکنیم. و اگر در حساب عاطفی مادر کودکی اون عواطف پسنداز نشده باشه و اگر خود ما در بچگی در حساب عاطفی خودمون پسنداز صورت نگرفته باشه، کسی اونو به ما نداده باشه، ما دیگه قادر نیستیم که از این حساب توهی بدون اندوخته به کسان دیگه ای محبت بیرون بکشیم و توقع بشر دوستی داشته باشیم. در نتیجه اگر ما میخواییم جامعه بشر دوست و سالم بشه از نظر عاطفی، ما باید مطمئن بشیم که هر کدوم ما در نوزادی و بچگی محبت به ما داده شده، عشق و علاقه داده شده، آغوش گرم مادری اونجا بوده، محیط گرم خانواده و امنیت اونجا بوده و پدر حامی ما بوده، مهربون بوده. در نتیجه ما این اندوخته رو داریم که بعداً بتونیم به فرزندانمون بدیم و بدین ترتیب یه اجتماعی به وجود بیاد که پر از احساسات و عواطف بشری باشه و بتونه سخاوتمندانه به هم دیگه پخش بکنیم. ولی اگه به علل کودکی ما پرتلاطم و آسیبزا بوده باشه و نیاز ما برای محبت و عشق و علاقه والدین و دیگران سیراب نشده باشه، احساسات دردناکی در درون ما ایجاد میشه، خشم شدیدی اونجا به وجود میاد، احساس گناه شدیدی میچسبه به احساس خشم و اینا همه در درون روان ما مدفون میشه و با اونها احساسات مثبت مثل عشق و علاقه و احساسات بشر دوستانه همه مدفون میشه در درون ما و ما دیگه قادر نخواهیم بود که احساساتمونو حس بکنیم، لمس بکنیم و بعداً بروز بدیم و کسان دیگری رو بذاریم از این احساسات ما سیراب بشن و لذت ببرن. حالا زمانی که این اتفاق صورت میگیره و ما شدیداً صدمه میبینیم در درون روانمون و همه این احساسات رو در کودکی دفن میکنیم در درون خودمون، تنها راهی که من میدونم که میشه دوباره نجات پیدا بکنیم و راهی پیدا بکنیم و دوباره بشری بشیم که احساسش رو حس میکنه اینه که تمام اون تجارب تلخ و دردناک رو دوباره تجربه بکنیم. یعنی اینکه باید ما به کمک درمان،
بتونیم این قفل ناخودآگاه رو باز کنیم، اون چیزی رو که اونجا محبوسه بیاریم به سطح، حس و لمسش کنیم، تجربهش کنیم و دیگه نیازی نخواهیم داشت که احساسات خودمونو سرکوب بکنیم و میتونیم آزادانه احساسات حس و لمس بکنیم و در مواردی که درسته و مناسبه اونها رو بیان بکنیم و اینجاست که ما نسل جدید رو میتونیم بهش کمک بکنیم، چون این حقیقت رو باید قبول بکنیم که اون کسی که میتونه جامعه بشری رو پر احساس و پر عاطفه بکنه و بشر دوستی رو تقویت بده فرزندان ما هستن و فرزندان ما هستن که اگر ما به اونها عشق و علاقه رو بدیم، اونها خودشون بعدن میتونن به فرزندانشون عشق و علاقه رو منتقل بکنن. پس بچه های ما برای ما سربار نیستن، اونها بزرگترین دلیل زندگی ما هستن. ما برای اونها زنده ایم و برای اونها کار میکنیم و این نوزادان ما هستن و این اطفال ما هستن و کودکان ما هستن که حق مسلم دارن که از عواطف مادری و پدری برخوردار بشن و نیازات جسمی و روانی اونها برآورده بشه. حق مسلم این کودکان هست که مورد محبت و عشق و علاقه و محافظت قرار بگیرن. حق مسلم آنهاست که تغذیه و تحصیلات و مناسب داشته باشن. حق مسلم اونهاست که در جو و محیط آرام بدون دغدغه و در صلح و صفا رشد بکنن و تعلیم بگیرن. حق مسلم آنهاست که تمام نیازات آنها به وجه احسن بدون توجه به نسل و رنگ و پوست و دین و مذهب و مذکر یا مؤنث بودن آنها، تبعیت کشوری آنها، تمام نیازات آنها بدون توجه به این عواملی که گفتم باید برآورده بشه. و اگر ما بتوانیم در هر خانواده برای فرزندان این نیازات جسمی و عاطفی رو برآورده کنیم، بعد می توانیم حتی المقدور بشری با روان سالم داشته باشیم. و اجازه بدید اینم خدمتتون عرض کنم که هیچ سعادتی در دنیا بالاتر از این نیست که ما روانی سالم در جسمی سالم داشته باشیم. و هر جامعه‌ای که بخش بیشتری از جمعیت آن از سلامت جسم و روان برخوردار باشن، جامعه سالمتری محسوب میشه. متاسفانه این حقیقت هم باید قبول بکنیم که در هر جامعه همیشه افرادی هستن که روان اونها خیلی زود تو زندگی قبل از 4-5 سالگی شدیداً صدمه دیده و از این افراد ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که در بزرگسالی قادر باشن که احساسات و عواطف بشریشون رو تجربه بکنن و عشق و علاقه و محبت به دیگران نشون بدن. از اونها نباید توقع داشته باشیم که قادر باشن که احساسات بشر دوستانه در اونها برانگیخته بشه، حتی نسبت به فرزندان و همسر و نزدیکان، چون این احساسات مثبت بشر دوستانه و عشق و علاقه با اون احساسات منفی خشم و غم و گناه همه با هم مدفون میشه در عمق روان و در نتیجه وقتی دسترسی به یکیشون نباشه، دسترسی به اون دیگری هم نیست. و مادام که دسترسی به این احساسات نباشه، اون موقع زندگی اونها جنبه ماشینی و مکانیکی و رباتی پیدا میکنه و گرچه از نظر جسمی و عقلانی
به طور عملی و عکس العملی و واکنشی روز و شب و پشت سر هم میذارن و به صورتی میتوانن کار بکنن و توانایی‌هایی داشته باشن، ولی از نظر عاطفی و از نظر روابط عاطفی اونها تنها و بیکس هستن و قادر نیستن که از نظر عاطفی به کسی نزدیک بشن و عشق ببرزن. و تمام پیشرفت‌های علم پزشکی و داروها و دارودرمانی‌ها نمیتونه احساسات و عواطف بشری رو برانگیزه و نمیتونه اون نیروی بشر دوستی رو در اونها زندگی کنه، بلکه برعکس داروهایی که روانپزشکان و پزشکان تجویز میکنن برای افسردگی و روانپریشی و استراب و غیره بیشتر اونها رو کرخ میکنه و بیحس میکنه. درسته که افسردگی اونها رو از بین میبره، درسته که استراب اونها رو کم میکنه ولی به علائم بیماری رو کم میکنه، ولی این به قیمت کرخ کردن و بیحس کردن اونها تموم میشه. و اغلب بیماران که هم که دارن دارو میخورن خودشون از این موضوع آگاهن و از این حالت بیحس شدن و کرخ شدن و خودشون راضی نیستن. گرچه از طرف دیگه اگر فردی شدیداً افسرده است و راه دیگه‌ای برای درمانش نمی‌بینه، حداقل اینکه این داروها افسردگی رو از بین می‌برن و این افراد میتونن زندگی بکنن، به کارشون ادامه بدن و به اصطلاح فانکشن بکنن. ولی از طرف دیگه از نظر احساسی و عاطفی اونها اونجوری که شاید باید نمیتونن عشق ببرزن و احساساتشون رو حس و لمس بکنن. به نظر من بهترین راه درمان همیشه و این اولین نوع درمان برای به نظر من باید باشه که ما سعی بکنیم به این احساسات نهفته و مدفون شده دسترسی پیدا بکنیم و به درمانجویان کمک کنیم که بتونن این احساساتی رو که مدت‌های زیاد در درون خودشون مدفون کردن و فرو بردن اینا رو بیارن به سطح، حسش کنن، لمسش کنن، تجربهش کنن. هر چقدر هم دردناکه، هر چقدر هم ناپسنده براشون، هر چقدر هم که زشت به نظرشون میاد، ولی حقیقت حقیقته. این احساساتیه که در درونشونه، اونو باید در اسرع وقت بیارن به سطح و این قفل بخش ناآگاه خودشونو باز بکنن و حفاری رو ادامه بدن تا زمانی که بتونن این احساسات همه بیاد به رو و با یه دید حقیقت بینانه بهش نگاه کنن، سر جای خودش بگذارن که بدن بتونن راحت بدون استراب بدون افسردگی زندگی کنن و احساسات بشر دوستانه و عشق و علاقه شون هم بتونن حس کنن و لمس کنن و به زندگیشون به صورت یک بشری که حالا حس میکنه، عواطف بشری داره، توانایی قدرت عشق ورزی داره، زندگی خوبی رو برای خودشون و خانوادهشون درست بکنن و مهمتر این که جلوگیری بکنن از اینکه نسل بعدی هم این اشکالات انتقال پیدا کنه به نسل بعدی و اونم به نسل بعدی و در نتیجه اجتماع بشری بی احساس و بی عاطفه و مکانیکی و رباتی به وجود بیاد. در اینجا من به خاتمه برنامه رسیدم و برای شما بینندگان گرامی آرزوی سلامت جسم و روان میکنم. تا پنجشنبه دیگر هفته شب، شب خوش. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.